امروز روز جهانی نابینایان است. به همین مناسبت امروز نشست مجازی قسم که میبینین با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت نابینایان و افراد دارای معلولیت برگزار میشه. و باید بگویم که ریچارد پنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، بنفشه یعقوبی کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر که تصویرش شما به گونه زنده میبینین، و رئیس مؤسسه رهیاب صادق محبی فعال حقوق افراد دارای معلولیت و همین گونه مهدی سالمی از سخنرانان این نشست هستند. البته باید بگویم که این نشست به مناسبت روز جهانی نابینایان که بیشترم گفتم معروف بر روز جهانی عصای سفید برگزار میشه و در حال برگزاری است. زندگی میکنن. حالا میگذاریم از این که متاسفانه ما بسیار کم داشتیم دسترسی، کمتر در افغانستان رعایت شده. ترانسپورت متاسفانه هیچ وقت برای اشخاص دارای معلولیت از جمله معلولین بینایی قابل دسترس نبوده، در حال حاضر هم نیست. ولی حداقل در گذشته جاهای وجود داشت که از حقوق اشخاص دارای معلولیت نظارت به عمل می آورد، گزارش تهیه می کرد. از وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت گزارش تهیه می کرد. وزارت معارف با تدوین قانون معارف و تدوین قانون فراگیر مکلف بود بر پذیرش اشخاص دارای معلولیت در تمامی مکاتب، اهم از مکاتب خاص و مکاتب عمومی. وزارت کار و امور اجتماعی موظف بود که باید 3% از کارمندای خودش را از اشخاص دارای معلولیت استخدام بکنه که متاسفانه هیچ وقت هم این کار نکرد و باید به این نکته اعتراف کنیم. اما چیزی که بود، اشخاص دارای معلولیت در گذشته می ایستادن و بر حق خودشان مبارزه می کردن و حداقل توان این داشتن که بگویند چی می خواهند و چه نمی خواهند. من امیدوار هستم که امروز هم شرایط را ما ببینیم که تمام مردم افغانستان برای حقوق بشریشان بیستن و برای حقوق بشریشان فریاد بزنن و حاکمان فعلی در افغانستان هوش شنوا داشته باشند، مردم افغانستان را اهم از معلول و غیر معلول، بینا و نابینا، شنوا و ناشنوا، روستایی و شهرنشین، همه و همه را بپذیریم، همه در کنار هم به یک زندگی صلح‌آمیز و آرام ادامه بدهیم. امیدوار هستم در افغانستان مشکلات اشخاص دارای معلولیت به ویژه معلولین بینایی که از جهت دیگه با متاسفانه محدود شدن خدمات مؤسسات ملی و بین المللی که در سیر اشخاص دارای معلولیت کار میکردن بسیار زیاد شده، روز این مشکلات خاتمه پیدا بکنه، به خاطر که در افغانستان کار برای مردم افغانستان بسیار مهم و حیاتی است. ما نمیتونیم به دلایل مختلف، به دلایلی که متاسفانه برای ما بسیار منطقی معلوم نمیشه، به دلایلی که حتی خود ما هم نمیفهمیم چرا، فعالیت‌های نهادهایی را که برای آسیب پذیرترین اقشار از جمله اشخاص دارای معلولیت اونا فعالیت میکنن متوقفشان بسازیم و تلاش بکنیم که کارشان را استاپ بکنیم. من فکر میکنم که همه باید دست به دست هم بدهیم برای احقاق حقوق تمام مردم افغانستان از جمله اشخاص دارای معلولیت و ویژه معلولین حسی تلاش بکنیم. یک چیز دیگر را میخوام که خدمت شما عرض بکنم، معذرت میخوام اگر ای و سوال شما مرتبط نبوده، ای که دوستای عزیزی که مرا میشنوین، به هیچ وجه فکر نکنین که دادخواهی برای حقوق اشخاص دارای معلولیت فقط باید به وسیله اشخاص دارای معلولیت صورت بگیرد. دادخواهی برای زنان فقط به وسیله زنان صورت بگیرد. دادخواهی برای کودکان که نمیتونه فقط به وسیله کودکان صورت بگیرد. ما امروز کودکان دارای معلولیت داریم که با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. خانم‌های دارای معلولیتی داریم که با تبعیض مضاعف مواجه هستند و امی مشکلاتی که برای همه خانم هاست، برای اشخاص دارای معلولیت، خانم‌های دارای معلولیت از هر نوعی که باشه، این بسیار مضاعف است. پس امیدوار هستم یک روز به جای برسیم که مرد افغانستان بر زن افغانستان دادخواهی کنه، زن افغانستان بر مرد افغانستان دادخواهی کنه، اشخاص دارای معلولیت بر اشخاصی که معلولیت ندارن و اشخاص غیر معلول بر اشخاص دارای معلولیت و آسیب پذیرترین ها دادخواهی بکنن و همیشه همدیگر را به یاد داشته باشیم و بدانیم که سمبول عصای سفید بر اشخاص دارای معلولیت حسی به ویژه معلولین بینایی داشتن زندگی مستقل فردی و زندگی آبرومند اجتماعی است و تا بتانیم باید در این عرصه تلاش بکنیم، دست به دست هم بدیم تا به این پیام که عصای سفید بر ما میرسانه جامعه عمل بپوشانیم و روز به این هدف برسیم که اشخاص دارای معلولیت حسی در افغانستان از زندگی مستقل فردی و زندگی آبرومند اجتماعی و دور از استیگما، و دور از تحقیر، و دور از توهین، و دور از نادیده گرفته شدن و
و به دور از دید خیراتی و چرتی زندگی بکنند. تشکر. با تشکر و ابراز اطمینان از خانم دکتر بنفشه خوبی، بنیانگذار و رئیس مسیح ابتکار راهیاب، که به نکات بسیار مهم اشاره کردند و نظر به گفته‌هایشان که معلولیت را با فقر چقدر بسیار عالی بیان کردند، واقعا خیلی سخت است و بسیار دقیق بجا گفتند که برای دادخواهی فقط زنها برای خانم، زنها برای و اطفال همچنان برای اطفال کافی نیست، باید همه دست به دست هم بدهیم. تشکر خانم خوبی. باز هم یک پیام از خانم داریم، دارای معلولیت بینایی هستند که توجه شما را به آن جلب میکنیم. دختر هستم.